آینده البته معلومه که مهمه، اما امید به آینده چیز دیگه ایه. Ya.
به هر حال خیام معتقده که جهان محدوده، انسان زندانی جهانه، انسان غریبه و آدمی مجبوره و همه چیز رو طبیعت بر او چیره کرده و انتخابی از خودش نداره، برخلاف کیرکگور که در اگزیستانسیالیسم مسئله مطرح میکنه و ما بعداً به این مسئله میپردازیم، و برخلاف اون مولانا که جغرافیای جهان رو تا بی‌نهایت میدونه، پیوند وجودی انسان رو با خداوند مطرح میکنه. اجازه بدید یه چند لحظه سکوت کنید. آگاهی و آزادی بی‌اندازه برای انسان قائله که اونو به نردبان کمال میرسونه، اون هم با بال عشق، عشقی که از سوی حق بنده رو به تعالی میبره. به هر حال شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای حبیب جمله علت های ما. مرسی. اجازه بدید دوستتون صحبت بکنه. یه لحظه اجازه بدید. میبخشید شما الان حدود نیم ساعته که خیام و مولانا رو گذاشتین تو ترازو. اول خیام بدبخت و حسابی لط و پار میکنین، بعد چه اونو کاملا شستین و گذاشتینش کنار. یعنی اونقدر تحقیر و داغونش کردین که آدم نمیدونه اصلا اسم این بابا چرا تو تاریخ ادبیاته. اون وقت میرید سراغ مولانا، اونو هی بزرگش میکنین. ما نمیدونیم چه گناهی کردیم که باید هی وسط این الکلنگ ادبی دست و پا بزنیم، برای بزرگ کردن یکی دیگری رو کوچیک و تحقیرش کنیم و بعد... اجازه بدید چند لحظه. خانم من جواب شما رو جلسه ی آینده میدم. پری بایست رو ببینم این چه کاری بود کردی؟ تو مگه نمره نمیخواد؟ اگه هنوز اینقدر دیر نشده بود، اگه مثل اولاغا اینقدر به دنبال افتخار نبودم، اگه اینقدر ذلیل و بدبخت و اسیر نفسم نبودم، ادبیاتو ول میکردم میرفتم سراغ یه چیز دیگه. نمیدونم اینقدر از این آقا معلمای از خود راضی و بدبین و گنده دماغ که از همه چی بدشون میاد بدم میاد که همه چی مسخره است. خیلی خوب داره محمد تشنه همه ایچی آقای بفرمایید چایی. خیلی ممنون، دست شما در نکنه خانم. آقای این تلفنم که همیشه خرابه. خونه خیلی شلوغه. من رفتم اصفهان. خونه اقوام پری.
خوش آمد، بفرم. سلام. چطوری؟ نورمانه. همین چه میدونه؟ آره. کتابه چیه؟ چیزی نیست. خوب رسیدی؟ ازم جون چطوره؟ بابا داداشی؟ خوبم، بد نیستم. خب بالاخره نفهمیدی. اینا میخوان عقد عروسی رو تهران بگیرن یا اصفهان؟ عمو جون معتقد عروسی رو اصفهان بگیریم، عقد رو تهران. ولی مثل اینکه ازم جون باهاش مخالف نه؟ والله نمیدونم. بالاخره هر چی صلاح همون میشه دیگه. ملکان ملکان. آخه اونم شاعره. با اون شعرهای رقیق و بیمایش وا. آره دیگه، یه مش هجویات. چی؟ میدونی پری خانم، شعر باید خوندار باشه، چون جون داشته باشه آدم حال بیاره. اینه که به خودم گفتم باید یه چیزی نوشت، نوشتم و دادم دست استاد. ولی خب اصلا چه بهنو فکر کردم، حسابی خرابکاری کردم. ولی وقتی استاد مقاله رو برد خوند، برگردون داد دستم، دیدم الله چقدر تعریف کرده. اوف، داشتم ولا میشدم رو زمین، نفسم بند اومده بود. چه جور؟ چرا؟ چرا چی؟ چرا فکر میکردی خرابکاری کردی؟ بهت که گفتم این بابا استاده یکی از مخالفین پاروپاقرص ملکان شاعره. وقتی دید من تو مقاله ملکان رو کوبوندم، امچین کیف آوردمش اینجا. اگه خواستی برات میخونم. بیچاره ملکان.
خداوند تو که با کلامی زمین و آسمان را آفریدی، با کلامی مرا جویباری کن که در خاک تشنه فرو روم، یا پروانه‌ای کن که پیش از غروب آفتاب مرده باشم. بله بله کنه. اینجا کجاست؟ چرا قشنگ شده؟ حالا بنگ کردی که باید بری چاپش کنه. میگم آخه استاد این روزا تا دلت بخواد مقاله تعریفی رو ملکان در اومده، تو مثل پیشگل همه جا ریخته. خب هنوز یه کار حسابی روش نشده، یه کاری که همچون بشه تکلیف اونو روشن کرد بعدم گذاشتش کنه. اینجور لوسبازیان و نوربازیای نازنازی، اونم توی همچین وضعیتی پری. اینه منتقدای تروریست حرف میزنی؟ بله. تو دانشکده ما تا دلت بخواد ریخته. استاد نیمچه استاد مستبد و تروریست، هی اینو میکوبونن اونو دامون میکنن. میبخشیدا ولی درست اینو اونا حرف میزنی؟ تازه چته؟ مثل اینکه چیزی میشه نه؟ میبخش، وحشتناکم نه؟ یه هفته از حالم خرابه منصور، نمیدونم چه مرگیمه، میخوام بذارم همه چی رو داغون کنم. توی نامت که خیلی آروم و متین بودی. آره خیلی زور زدم ناراحتی معلوم نشه. آخه همین حرفا رو تو کلاسم هم داشتم، اینقدر از این آقا معلمای بدبین و مستبد و از خود راضی بدم میاد، بدم میاد. میبخشی دیگه نمیگم. اینقدر نگو میبخشی میبخشی، اصلا تو چیت شده؟ چرا همه رو یه جور میبینی؟ اگه همه استادای دانشگاه بخوان اینجوری باشن که تو میگی. آره آره میفهمم، حق با توه، من پرتم، به حرفای من کاری نداشته باشه. نگرده یه لقه نگرده. هر جایی رو نگاه کنی پر از آدم های عوضی، آدم پرت و بی‌لیاقت همه جا هست.
ولی خب شما خودت تو دانشگاهی تهران دو تا آدم حسابی داری. دکتر کریمی سلامه. چقدر دلم می‌خواست اینا اینجا بودن تو دانشگاهی ما. اینا حالا شاعرن، فرق می‌کنی؟ نه شاعر نیستن. ای به کار همینه. یعنی شعر فروشن. شعر می‌نویسن، چاپ می‌کنن ولی شاعر نیستن. اصلا حرفشو نزن. می‌بینی که چه جوری دارم همه چی رو خراب می‌کنم. چقدر دلم میخواست زمین دهن باز میکرد و منو میبلید. به نظر تو شاعر واقعی کیه؟ نه واقعا من چه میدونم شاعر واقعی کیه؟ دست بردار منصور، بسه دیگه، جدی میگم حالم هیچ تعریفی نداره، نمیتونم. خیلی خوب خیلی خوب دارم شاید رسیدی. همینو میدونم که اگه تو شاعری واقعا یه کار قشنگی میکنی، یعنی بعد از اینکه صفا رو سیاه کردی یه چیز قشنگی به جا میذاری که خواننده با خودش ببره، شعری که نتیجه کار و حال است، نه ثمره نفس و قال، و از عیان است نه از بیان، و از اسرار است نه از تکرار، و از جوشیدن است نه از کوشیدن. اون شاعرهای تو هیچی باقی نمیذارن، هیچ چیز با معنا و قشنگی نمیگن. من که خیال میکردم تو از کارهای کریمی خوشت میاد. خودت تو همین چند وقت پیش میگفتی شاعر خوبیه. آره خوشم میومد، ولی راستشو بخوای دیگه از خوش اومدن و بد اومدنم بیزار شدم. دلم میخواست به جای همه اینایی که پیدا میشد که آدم میتونست یه جور دیگه ای بهش نگاه کنه، که بهش احترام بذاره، بزرگ باشه. میبخشه نه تو بشی معلوم.
هزار نتوانم کرد، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خیلی میبخشی، نکردی قش کردم. نه نفهمیدم این دفعه چی شد، چشات خیلی قرمزه، چی شده؟ حالت خوبه؟ آره، غذا سفارش دادی؟ آره، برای تو هم جوجه کباب گفتم بیاره، مثل این که حاضره. جوجه کباب؟ نه اگه نخواستی برکه از کوبیدم گفتم. کبابی چقدر بزرگه. کمیته بهت بدم یا برگ؟ نه هیچی. از جوجه کباب بذار برای خانم. نه نمیخورم. از چی؟ همین سالاد خوبه، من اشتها ندارم. چی شده؟ من نگرانتم پری، جدی میگم. چیزی نشده، تو غذا تو بخور سرد میشه. بخور. تو هم بخور. این امیر، امیر معتمدی و زنش از بیننده های پر و پا قرص برنامه مسابقه هوش شما بودن. اسد، صفا، داداشی، تو عاشق کتاب شعر اسد. بیچاره اسد اگه میدونست کتابش انقدر هوادار داره شاید اسد یه پاپاسی هم ارزش نداشت که کتابش هوادار داره یا نه. این کتابم صفا واسش چاپ کرده بعد از مرگش. راستی از نمایشه چه خبر؟ نمیدونم، ولش کردم، توش نیستم. ولش کردی؟ تو که میگفتی عاشق نقشش بودی، چی شد؟ نکنه دادنش به یکی دیگه؟ نه، به کسی ندادنش، مال من بود. چقدر تو بدجنسی، بدجنس. خب چی شد؟ سر تمرین لباس خودم تو آینه دیدم، اوه کم گرفت. هر کشیده ترش بکنی، زود باشه دیر شده. یه خانم بذارید اینجا. خال؟ بله خانم. شورشو در بردید واقعا. همین دیگه ولش کردم دیگه، داشت زیادی شرم میرم. اصلا به نظرم خیلی بی سلیقه گیر بود، اصلا به خود بازی در آره. من دیدم خیلی آدمی خود بین و خود خواهی شدم، یعنی همش بازی نفسه. من واقعا من خسته کردم. خیلی زود از کوره در میرید خانم. باید صحبت کنیم. تقلب کرده خان. ببینم این خود گیستون و بعد از نمایشون تشویقا یا زخم زبونا که همش باید سعی کنی خونسرد و طبیعی باشی. اصلا از خودم بدم اومد. بگی عرق رو پیشینی تو پاک کن. مگه عرق کردم؟ دارم دستمال تو کیفم. کتابی چیه؟ چی؟ آوردم تو را بخونم. تو برداشیم همینجا به خودم بکرم. چیه؟ رازه؟ سریه؟ چی؟ کتابه؟ بابا چیزی نیست، درباره سیر و سلوک. نویسندش که؟ نمیدونم، یه دهاتی اهل خراسان، هیچ وقت اسمشو نمیگه. حدود 30 سالشه، زنش و برادرش هر دو مردن، یعنی برادر کلبر آتیش زده مرده، زنش هم همینطور. راجبه چیه؟ یه جور خاصیه، یعنی این دهاتیه که اهل طریقت و همش تو سفر و دائما عبادت میکنه و ریاضت میکشه. اون وقت یه روز توی کتابی برمیخوره به اون گفته امام صادق که از مزایای ذکر خدا میگه که هرچی بیشتر بگی بهتر و اینا. این بابا میخواد بدونه چقدر بیشتر. اون وقت راه میفته از این شهر به اون شهر به دنبال یه پیری شیخی که بهش یاد بده چجوری باید مدام ذکر بگه و چی بگه. تنها چیزی که با خودش برمیداره یه خورجی نون و نمک و خرماست. بعد چی میشه؟ هیچی دیگه، سالها میگرده تا بالاخره پیرشو پیدا میکنه.
خیلی دلم می‌خواست مقاله منم می‌خوندی. همین یه نگاهی بهش بندازی ببینی اصلا به درد چاپ می‌خوره یا نه. البته. تو هم شاید از این کتاب خوشت بیاد. خیلی ساده است. باش، می‌خونم. تو چرا به غذا دست نزدی؟ تو اگه می‌خوای بخور، من اشتها ندارم. می‌خوای بدونی بعدم پیره بهشتی میگه؟ هیچی دیگه. مرشدی که حسابی پیر شد و از دست جنید بغدادی خرقه گرفته، یه ذکری بهش یاد میده. چی؟ نباید گفت، باید بخونی تا بفهمی. تو خط رحم و رحمت و اینا بهش میگه که اگه سعی کنی ذکر رو دائم پشت سر هم بگی، یعنی اول با دهنت بگی دائم، بعد دیگه خودش یواش یواش راه میفته و اون وقت این دلته که دیگه ذکر رو میگه و پس از مدتی یه اتفاقی میفته، نمیدونم دقیقاً چی، ولی ضربه های دل با کلام یکی میشه، یعنی زبان دل باز میشه و اون وقتی که دیگه ذکر بدون وقفه گفته میشه که تاثیر عجیب بزرگ و عمیق رو آدم میذاره. اینه به هر حال، یعنی تو با این کار خودتو پاک و تطهیر میکنی و کاملا یه نگاه جدیدی نسبت به همه چی پیدا میکنی. تنها چیزی که در اول کار لازمه تکراره، استمراره، یعنی چقدر میتونی ادامه بدی. بعده که کمیت به کیفیت تبدیل میشه. مرشده میگه این خاصیت نام خداست. نام خدا تو همه دینا این خاصیت خود به خودی رو داره، خودکاره، یعنی وقتی راشی انداختی خودش میره. در واقع تو فرقه بودایی هم همینو میگن، یعنی میگن نام موامید و بودسو، یعنی ستایش بر بودا باد و همین اتفاق میفته. یواش یواش چی؟ نامو؟ نام موامید و بودسو دقیقا همین توی ابوسعید ابوالخیر هم هست با ادای کلامی الله، یعنی میگه الله 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 الله. مرگز تو واقعا این چیزها رو قبول داری؟ قبول داشتن یعنی چی؟ گفتم مرکز، یعنی چه حسن تصادف قشنگی که تو به همچین کتابی بر بخوری. یعنی این همه آدمای دانا و خردمند و قدیس تو طول تاریخ اومدن بهت بگم یه چیز دیگه هم هست که اگر تو رو صدا کن و تو هم بهش جواب بدی بهش میرسی، که یعنی اگه کلمه الله رو پشت سر هم بگی یه اتفاقی چیزی میفته. دقیقا همین تو هندوستان هم هست با ادای کلمه آم، یعنی هم خب نتیجهش چیه؟ چی؟ نتیجهش، فایدهش چیه؟ این حسن تصادف میزنی خودتو قلبتو داغون میکنی ها؟ اه؟ خب که چی بشه؟ که چی بشه؟ یه چیزی، یه نوری تو قلبت پیدا میشه که بتونی باش خدا رو ببینی. ببخشی بسته بود به سر آنجا فراز نهاد و خیشتن را از آنجا بیاویخت.
سرزیر و قرآن ابتدا کرد و من گوش می داشتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك شده. اگه این کلینیک نزدیکه میتونیم ببریمش. الو سلام خانم، یه مریض داریم حالش خیلی بده. تو چطوری؟ یه آمبولانس براش بفرستی؟ کجا؟ اینجا کجاست؟ دفتر رستورانه، دارن دنبال دوا دکتر آمبولانس میگردن. آدرس؟ آمبولانس رو خشکم. بله بله منتظریم. آه خیلی باعث زحمت شدیم، آمبولانس نمیخواد. الو الو ببخشید نمیخواد بفرستی. رفت. ولی خوبه. راست راستی بیهوش شدم. کلی دنبالت گشتی، اون بالا رفته بودی چیکار کنی؟ همه کوچه موچه های اطراف دنبالت گشتی. میبخشی حالم به هم خورده بود. آخه چرا؟ تو چیتی اصلا؟ قرص مرسی چیزی میخوری؟ تو چرا همش فکر میکنی من قرص مرسی چیزی میخورم؟ نه هیچ قرصی نمیخورم، حالم خوبه، سر و مرو گندم. خیلی خوب خیلی خوب. ساعت چنده؟ دیرت نشه؟ مهم نیست. آخه دوستات منتظرن. مهم نیست رسیدیم. اینم خونه ی عمه خانم. سلام علیکم. چه خبره؟ مگه خبر ندارین مجلس مولودی هست؟ بفرم. بله. خیلی ممنون. من گفتم سلام. 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 خیلی خوب خیلی خوب. باشه باشه. سلام. مال شما. خیلی خوش اومدید. بفرم. خدا. سلام. سلام علیکم، حال شما؟ حالتون خوبه؟ سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلام خوب سلام شما. سلام چطوری؟ کلاسای زبانم که میره. سلام. حال شما چطوری؟ خوبی؟ حال شما چطوری؟ خوبی؟ مامان خوبه؟ خوبه. قربون شما. سلام. پری جون. چی دیدی بیا؟ جانم. یه زحمت کوچیک برات دارم. خواهش می‌کنم. خواستم این دو تیکه رو ببری برام تهران. بده خانم میفرستم. بفرسته برام خالص. والا چی بگم؟ خیلی دردسر داره. یعنی می‌دونی ممکنه گون بشه یا. بذار تو کیفی. ببر پری جون. عمه جون اقدس، عمه جون، سلام آتنه خانم خوشگل، کجا داری میری؟ این کاسه شل زرد رو میبینی؟
میکنی؟ دارم میرم برا عمه اقدر بیا تا نشونه بدم تو این اتاقا؟ آره بیا تو بخور عمه اقدر بخور بخور عمه جون اقدر بخور ازم بخور دیگه عمه اقدر نه مردن آتنه جون خداحافظ کجا میری خاله پری ببین آتنه جون بهشون بگو که نخواست دیگه مزاحم بشه و مجلس رو به هم بزن و خداحافظی کنه رفت تهران باشه باشه داداش یوسف سلام چطوری؟ بعد از مدت ها عوض کردم یه نامه برات بدم از تو چه پنهون که این روزا بد جوری شور و حال نوشتم پیدا کردم با خودم هم عهد کردم که از روزی 30 صفحه کمتر نشه البته غیر از این پرت و بلاها از تو پری دائما خبر میرسه مامانی بیچاره هر دو سه هفته یه بار چندین صفحه قطار میکنه همش دلخوره و غر میزنه که چرا تو خونه باید دو تا خط تلفن باشه ولی اینجا تو دره چنار هیچ تلفنی نداشته باشم و فقط باید دست به دامن بقال سر محل باشه خیلی نگران حال بابا و اعظم جون اینا دیگه پیر شدن خستن نمیفهمن که چرا بچه هاشون اینجوری عذاب در اومدن که چرا مثلا اسد پسر ارشدشون با اون همه هوش و نبوغ و استعداد بزنه اونجوری خودشو داغون کنه من با اون همه معلومات و دکترا و چی و چی بیام اینجا تو این بیغوله تک و تنها بشینم و قصه خانوادمون و این شروورا رو سرهم کنم و تو با اون تحصیلات عالی و نمرات و جایزه ها به جای اینکه بری دکتر بشی مهندس بشی چه میدونم معلمی و حالا که رفتی تو خط هنرپیشگی و فیلم و که اصلا از نظر اون کار جدی نیست خب برای اینا مثل همه کار هنر یه چیز زیادیه به درد نخور اینا نمیدونم مثلا اگه من یه روز یه چیزی ننویسم این کاغذ قلم گیرم نیاد آخه میدونی نوشتن یه حال غریبی داره ذهن متوجه یه کاری میکنی که ورای تو اینجا نفس یه جوری نابود بشه و این شور و ولوله این قدم زدن ها و یه دفعه یه چیزی به فکرت میرسه یه چیزی میاد تو کلت میپری طرف میز و قلم و کاغذ و یه دفعه سب کن یه دفعه داده سب کنم یه دفعه سب کن ببین من هر دفعه خواستم یه چیزی بیاد بنویسم یه چیزی بیاد تو کلم درست موقعی به زنگا قلم نیست درست بیاد مداد پاک کن ولی قلم هم کجاست آی نوشتن یه شور عاشقانه است لحظه ای که در اون من
با من هیچ فاصله ای نداره. من منم، از کسی هم بودن میشه نکنم. حکومت مطلق نفسه و به کسی هم مربوط نمیشه. آبینا آخر دست این بازی های نفس مرتب آدم رو گول میزنه. اما چیزی که باعث شد بشینم و بعد از مدت ها برات نامه‌ای بنویسم این بود که رفته بودم خرید کنم تو بقالی سر محل. دم پیشخوی استاده بودم و منتظر پنیر بودم که چشم افتاد به یه دختر کوچولوی خیلی قشنگ. دختره سرش گذاشته بود رو شیشه و تو یخچال رو نگه. احمد آقا جون من یه دونه ای اما بفرمایید. اصلا درد نکن. سلام علی آقای گل، پنیر ما رو بده. به به، تو چقدر قشنگی گوشه دلم. هیچ میدونی تو قشنگ ترین موجودی هستی که من تا حالا دیدم. چند تا دوست داری؟ دوتا. دوتا؟ چقدر زیاد؟ اسمشون چیه؟ مامان بابا. یاد شعرهای اسد افتادم. اون روز حادثه، روزی که رفته بودیم کوپایه تا جنازه داداش اسد که تازه سوخته بود جمع جور کنیم، آخرین شعرش یکی از همون هایکوهای همیشه گیش گوشه اتاق چفته. آقا بیای بالا. آقا من برادرش. آقا من برادرش. اسد. آقا بابا بذارید بره تو. برو آقا جناب. برو جناب. آقا خواهش می‌کنم دست بدید اسد این آقا. بفرمایید. چیزی نزنید. آقا جناب. دختر کوچولوی تو تاکسی که عین یه عروسک سرشو برگردوند به من نگاه کنه. شما هم سرش بودیم؟ چی شده؟ چی شده؟ نمیدونم، خبر ندارم. چه اونجا بوده؟ از این بچه بپرسید. کدوم بچه؟ از این بچه بپرسید. ها چی بوده؟ شده ایتا باسی میگرد. یه خواهید ببرید توی خوشی هنید اما دوباره ماما هم اومدم. ماما هم بفتش هی بالا چی بوده بقاله هم ببخشید شما بستگانشون هستی؟ میتونم بپرسم چه نسبتی باشون داری؟ من برادرشون. به نظر شما چرا اینجا آتیش زده؟ نمیرو بعضی ها میگن دست زنش بوده. البته اسد تازه ازدواج کرده بود. اینو تازه از ماه عسل بود. نمیدونم. شاید از دست روزگار راضی شده. اون روحش زیادی بزرگ و لطیف شده بود. کفاف جسمشو نمیداد. چون روزی که میرفتم پزشک قانونی جسد رو تحویل بگیرم، این احمقا دو ساعت تموم تو تاکسی زار میزدم و گریه میکردم و نمیتونستم جلو خودمو بگیرم. عزاداری آقا موسیقی
آقای راننده عزیز، ببخشید من میخوام برم پزشک قانونی. اینجا کجاست؟ بله همینجاست. وقتی از تاکسی پیاده می شدم داشتم لبخند می زدم، خوشحال بودم. اسد و من دیگه دبیرستان می رفتیم که تو پری شروع کردین به کتاب خوندن. تو اون سن و سال ما اصلا دلمون نمی خواست آثار بزرگ ادبیاتو به شما حق نکنه. یعنی راستش اسد فکر می کرد که با سواد شدن خیلی شیرین و مطبوع، به شرطی که هدفش اصلا کسب دانش نباشه، بلکه همونطور که تو فلسفه زن میگه به قصد عدم دانش باشه. بنابراین میخواستیم شما اول بدونین موسا و بودا و مسیح و محمد و علی کی بودن، بعد برید سراغ مولانا و حافظ و عطار و کی و کی. میدونی که خیلی نگران بودم تو پری مرگ اسد رو چجوری تحمل میکنی، مخصوصا پری که امتحانات دانشکدهش تازه شروع شده بود و شنیدم که تو هم کلاس رو ول میکردی میرفتی میشستی رو پشت بوم روزی 10-12 ساعت مراقبه میکردی. تو تمام طول عزاداری پا تو خونه نذاشتم، چون همش خیال میکردم که تو پری با دیدن من کتابا رو بلند میکنین میکوبین تو سر، انگار من باعث مرگ اسد شدم. من الان کار دارم، تمرین تنفس. پمن پش پمن کش پمن کش کش کن میگم چرا نرفتی؟ مگه من از تو خواهش نکردم؟ التماس نکردم؟ اولا که من تازه از خواب داشتم، ثانیا شما خواهش کنید التماس کنید. میگم وقتی میبینم این صفحه تلفن نداره میخوام اصلا سر به ترش نباشه. از دیشب تا 10 دفعه به هیچ زنگ زدم به این بقال سر جادهش، هیچ کس گوشی رو برداشت. نمیدونم چه خاکی به سر بریزم. این دخترم که این و اینطور، این نقاشم که میخوان اتاق پذیرایی رو شروع کنن، نمیدونم این دختره کجا بخوابونم. هیچ کس نیست بره ببینه این دختره چشه، چرا چیزی نمیخوره، چرا نمیره سر کلاساش. از وقتی که رسیده لب به هیچی نزده. بیچاره منصور تا حالا 4-5 دفعه زنگ زده، خیلی نگرانه. منصور کیه؟ با منصور دیگه، پسر عمود نامزد پری. چه بچه مهربونه، چه بچه عوضی قلابی. میشه پرسی چرا؟ خب هست دیگه، اگرم میبینی نگران حال پریه بدون به خاطر دلایل عوضی خودشه. مثلا اینکه چرا پری رو ول کرده رفته خونه رفیقاش. اصلا نمیشه باها دو کلمه حرف زد، عین صفا میمونه. همه تون فکر میکنین هر کی هر کاری میکنه به خاطر دلایل احمقانه و علکی خودشه، به خاطر حسابگریه، چه میدونم به خاطر خودخواهیه. هست دیگه، یا از یکی خوشتون میاد یا بدتون میاد. اگه خوشتون بیاد اینقدر حرف میزنی که بیا ببین.
اگرم بدتون بیاد که معمولا بدتون میاد سمون بود عین مجسمه میشینید میذارید طرف هر آه چته نمیشه اینجور تو این دنیا زندگی کرد سیاسفید بد خوب زشت زیبا راستی داداشی این کتاب چیه منصور میگه میگه همش سر این کتاب است که از کتابخونه دانشگاه گرفته ها این کتاب چیه نه بابا نه اون فهمیده نه تو خب چیه یه کتابیه به نام سلوک تو اتاق اسد و صفا بوده سالها رو میز اسد چی میدونم من که خیلی وقت پا نذاشتم تو اتاق اسد من نمیخوام هیچ وقت برم نمیتونم به چیزاش دست بزنم بازم قولگیری شروع شد خیلی سنگ دل شدی دادش خیلی صفا هر وقت بز میگردی صفا صفا اسد اسد این خونه پر از ارواح شده روح مرده روح نیمچه مرده من نمیفهم این صفا چه بخیر تصمیمشو نمیگیره که هر کاری اسد کرده کرده همون رشته همون دکترا همون تست چه نمیزنه خودشو بکشه خودشو همه رو راحت کنه خدا نکنه ما به خود ناقص الخلقه بار اومدیم مادر عجق وجقی شدیم منو پری مسئولیش هم داده داداشام من دیگه اصلا نمیتونم بشینم با یکی دو کلمه حرف بزنم یا حوصله‌ام سر میره یا شروع میکنم به بحث و موعظه و انقدر ور میزنم مخ یارو پیاده میکنم یارو یه خورده جربزه داشته باشه بعد صندلی رو ورداره محکم بکوبه تو سر من خلاص ده بابا من هنوز که هنوز یه لقمه غذا نمیتونم بذارم دهنم مگر اینکه چهار سوگند بزرگ رو بخونم چهار سوگند؟ نجات ابنای بشر هر چقدر زیاد سرکوب شهوات هر چقدر آتشین چیرگی بر نفس هر چند دشوار کسب حقیقت بودایی هر چند ناممکن میگم چطوره به دکتر حکمتی زنگ بزنیم یه نوک پا بیاد اینجا پری رو ببینه دکتر روانکا بازم دکتر روانکا بابا مگه ندیدین روانکاوی چه بلایی سر اسد آورد الله شما کی میخواین یه چیزی یاد بگیرین دکتر حکمتی که بد نیست از دوستای سابق باباته دکتر حکمتی شما خانم جون فقط دو تا کار بلده یا یه مش قرص ریز و درشت بریزه تو شکم مریض یا شوک الکتریکی بده به کلش خلاص حالا کی خواست به پری شوک الکتریکی بده خدایا به خدا اگه پری رو بدی دست این یاروها شرط میبندم سر سه ماه از تو دیوونه خونه سر دره خدایا آخه اون دکتر روانکاوی که بتونه پری رو بفهمه اولا باید معتقد باشه که به خاطر خواست خدا بوده که بره روانشناسی بخونه و دکتر بشه که به خاطر محبت خدا به بندهشه محبت رب به مربوبه که آقا تا حال نرفت زیر ماشین تونسته مریضای بدبختش برسه باید بفهمه من بر من بی من عاشقم یعنی چی که شاهد مشهود باشه که تخیل خلاق داشته باشه که بفهمه لطیفه نورانی چیه پس این لنگ کفشمو کجا گذاشتم داداشی نمیخوای حال خواهرتو بپرسی نمیدونم مادر نمیدونم میذاری حواسمو جمع کنم چیزی جا نذارم به خدا دیرم شد الان سر صحنه منتظر منم باید برم اینطور شده نمیخواد مادر ولش کن نمیشه خطرناکه برو به کارمون برسیم این چرا عجب گیری کردی ما یه بیا برو خانم جون خیلی خوب بابا خیلی خوب دیگه نمیدونم به سر شما بچه ها چی داره میاد قدیما وقتی بچه بودین چقدر شاد و سرحال بودین همش برجه برجه و بگو بخند حالا چی؟ چقدر هوای همو داشتی چقدر به هم میرسیدی اسد و صفا به تو پری تو به پری آدم حظ میکرد اما حالا چی Thank you.
سلام. سلام بابا. قلیون بگید بیار. نون سنگر. نه نه نون داغ و کباب. میده یا وقت. دیونه ایش. اومد میتونیم شعر بگیم. ما خیال راحت میشونیم شعر. بیدارم کردی داشتم خواب میدیدم. نزن ناکوکه نزن. این چیه پوشیدی؟ لباس فیلمته؟ آره. پس بالاخره قبول کردی؟ آره. یعنی فرقی نمی کنه، اونم بازیه. پس کلاساتو چی کار میکنی؟ تحصیل میکنی؟ نه بابا، همش دو سه تا صحنه هست، یکی دیگه میره سر جام درس میده. چقدر پای چشات گود رفته؟ لپای خانم داره می جنبه، ذکره داره میاد. تو رو خدا به من لبخند نزن. اسد همیشه همینجوری لبخند میزن. تو خونه همه به هم لبخند میزدن. پری، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. نپرس. با این کتابه و ذکره کجا میخوای بری؟ بابا آخه چی کار میخوای بکنی پری؟ گوش کن دارم صحبت میکنم، دارم صحبت میکنم. توی جوری تو این ذکر غرق شدی که من مورمورم میشه. اصلا شاید حسودیم میشه آقا جون. تو که میدونی من چقدر عوضیم. ببین من نمیگم این ذکر رو نگو، بگو. ولی قصد و غرضت چیه؟ نیتت چیه؟ میدونی اینجور کارو بدون یه پیر مرشد یا معلم خطرناکه؟ خطرناکه. تو اصلا حالیت نیست. اصلا شیخت باید بگه چه ذکری رو بگی یا نگی. همینطوری که نمیشه. تو باید بدونی چی کار میکنی. خودت هم میدونی فرقی نمیکنه آدم حریص مادیات باشه یا حریص چه میدونم علم و دانش و گنج معنوی. اون هرسه، اینم هرسه. بابا گنج گنج دیگه، هرس و تمام سر جاشه. نمیفهمم تو چی. تو نمیفهمی من چی میگم. بدبختی اینه که تو نمیفهمی من چی میگم. این که دیگه مسابقه هوش نیستش که. هزار بارم همینو به خودم گفتم و بازم میگم. تو میگی من میخوام یه چیزی از این ذکر کسب کنم، به دست بیارم، همونطوری که مثلا یه کسی پالتو پوس میخواد یا ماشین لوکس یا هرچی. آره؟ آخه تو فکر میکنی من کیم؟ خیلی خب یواش، چرا بغض میکنی؟ نه نمیتونم یواش. تو انقدر من رو عصبانی میکنی؟ فکر نمیکنی که بالاخره انقدر فهم و شعور دارم که نگران گفتن این ذکر باشم؟ من لازم هم نیست که برادر گرامی اینو بهم بگه. میخوای با داداش صفا صحبت کنی با تلفن؟ میخوای صفا رو بگیرمش، تلفن سر کوچه‌ش رو؟ نه. آرومت میکنه ها؟ نه. بابا چی کار کنم؟ من میخوام با اسد حرف بزنم.
الو سهرابی تویی؟ آره پچه خودتو نمیرسونی صحنه خیلی وقت خیلی خب میام الان با تفنگه تمرین کردی؟ بله بله ببین هر چی زودتر خودتو برسون خب خب نکنه نه خدا حافظ ولی خدا حضوره نگیر گوش کن پری ببین میخوام مثل بچه آدم دو کلمه حرف حساب بات بزنم میشه؟ نه نمیشه بابا پری جون من که مخالف این کتاب و ذکر و اینا نیستم خودتم میدونی تو هم اولین کسی نیستی که به فکر گفتنش افتادی ای بابا من خودم یه موقع میخ شده بودم رو همین آره را افتاده بودم تو بازار ای نهو دیوونه ها هاج و واج میگشتم عقب یک کیسه گونی چه میدونم یه چیزی مثل خرقه بندازم رو دوشم برم میخواستم تو کیسم نون خشک و نمک و خرما بریزم بزنم توی بیابونا تیه تاریخ کنم و اصلا رفتم بعد از مرگ اسد انگار منم آتیش گرفته بودم همینطوری عین تو و اون شیخ ساله که مدام ذکر میگفتم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین روزهای چند روزه میگرفتم ریاضت میکشیدم مثلا مریض شدم بیمارستان بستریم کردن مگه یادت نیست دوباره از بیمارستانم زدم بیرون ولی انقدر گشتم تا اینکه بالاخره پیدا کردم یه پیر واقعی رو اون به من یاد داد دل با یار و سر به کار یعنی چی قطره توی بح توی قرن توی لوت توی قه توی زه توی بیش بیازار من نمانم صبر کن پری یه دقیقه صبر یه دقیقه صبر کن گوش کن چی میگم چشتو ببند پری به خدا میزنم تو یه دقیقه میگم اون چشتو ببند خیلی خوب ببند چشتو ببند بابا ببند آروم یه دقیقه چشتو ببند خوبه حالا به هیچ چی فکر نکن پری حالا چه رنگی میبینی کبود نیست ازرق حالا سرخه زرده حالا سفیده نه سیاس صبر کن پری یه دفعه پری صبر کن دیگه چیه؟ اون چرخو نگاه کن اون چرخو میخوای به چرخونمش؟ با نگاه فهمیدی دیشب بابا میخواد چی کار کنه بیچاره؟ میخواد به جوشونده و شربت بده ببین که دل درد شدی سه سالته بدبخت اینو دست از سرم بردار میخوام تنها باشم ده واسه همینه که میگم نه بابا اینجوری نه واسه این پدر مادر پیرمون بده بهشون فشار میاد واسه دارم با حرف میزنم بی ادب یه چیز دیگه که خوش نرم پر این حالت شهید نماییته چته بابا این جنگ صلیبی که علیه همه را انداختی با دوست و معلم و نامزد و هر کس دل تو پر از کینه شده پری تو اینجوری نبودی تو از همه چی متنفری آره مخصوصا از تو
ببین چی میگم. همه اینا میدونی به خاطر چیه؟ برو که ندارم. یه دقیقه صبر کن ببین من چی بهت میگم. خدایا گیر آزمون. 13 14 سالت بود اومدی پیش من، این برادرام هیچ کدوم نبودن تو خونه. یه گیری داشتی توی کتابی چیزی یادت میاد یا نه؟ پری اینو بهت میگم چون فکر کنم تو حضرت علی و مسیح و با 7-8 عابد و عارف و فیلسوف و پیغمبره دیگه قاطی کردی. تازه تو به این نتیجه رسیدی؟ آخه من نمیدونم چطور میشه آدم ذکر الرحمن بگه ولی هنوز به رحمانیت علی پی نبرده باشه. اومدی پیش من گریون و حراسون که چیه؟ من حضرت علی و مسیح و کی و کی و دوست ندارم، چون نمیخوام ببینم اینا شمشیر میکشن و جنگ میکنن و چه میدونم چی. میگفتی هیچ وقت لازم نبود هیچ وقت بودا و مانا کریشنا باشه، میدونم کی این کارا رو نمیکردن. بعد از مسیح هم شاکی شدی که چرا زده بازار یهودی ها رو داغون کرد و گفته شمشیر بکشین اونجا. ببین اینجاست، اینجاست که پری کوچولوی ما حضرت علی و مسیح رو بل میکنه، میره سراغ بودا و مانا کریشنا و چه میدونم. موقع همش 12-13 سالم بود. نه نگو نگو همش 12-13 سالم بود. نه خیلی تو هنوزم شعورشو نداری علی رو بشناسی. میدونی چرا؟ چون هنوز حکمت سرتوچا فرو بردن و شمشیر زدن و نون جو بردن در خونه اینو اونو نفهمیده خانم، نفهمیدی بابا. اینا عاشقان خدا بودن احمق. من دیدم اونایی رو که رفتن تو مسیر واقعی زیر دست یه پیر ریاضت کشیدن، سیر و سلوک کردن، درد کشیدن، ولی نه اینجا میونه یه پیر مرد و پیر زن رو به مرگ. بلکن داداشم یه داری تیبونم میکنی. الان یک کلمه میگم خفه میشم. اون وقت از نفس میگی که بده. خود علی باید ببینه نفس چیه و چی نیست. این عالم عالم خداست نه عالم تو بیچاره. بسته 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 بسته. خیلی خوب. خاک بر سر خرت کنم. بلد نیست دو کلمه حرف بزنی. بلاغ سعادتی است وقتی که برف میبارد دانستن این که تن پرنده ها گرم است. آهی هلزون از کوهستان فوجی بالا برو، ولی آرام آرام. اسد سهرابی یاد داشته های سالهای 45 22 ساله شدم، با دکترای ادبیات در جیبم. سالهایی که رفت مثل حباب ترکید. هیچگاه در تاریخ زندگی شخصیم احساسی را که اینک دارم تجربه نکرده بودم. شب چشمهای بسته ماست آنگاه که به چراغانی درون خود می نگریم.
آره مامان، حالتون چطوره؟ بردم از نیروپسی. چرا تلفن نکردی مادر؟ خوبی؟ خوبم. از دیشب تا حالا صد بار خواستم زنگ بزنم، خط راه نمیداد. هلنا، حالت خوبه؟ نگران من نباش مامان، اینجا فقط یه مقدار هوا سرده. خب دخترم، چرا تلفن نکردی؟ آخه تو هیچ فکر نکردی که ما مادر نگرانه. عزیزم، چرا داری جیغ میزنی؟ من که راحت دارم صداتو میشنوم. گفتم که از دیشب تا حالا صد بار سعی کردم. کی رسیدی اونجا؟ پریشب. کی پشت رول نشست؟ من. اسدم نشست. اسد؟ عصبانی نشو مامان، عالی روند. ماتم برده بود. مگه تو به من قول نداده بودی؟ مگه نگفتی که دیگه هیچ وقت پشت رول نمیشینه؟ گفتم، ولی آخه تو میدونی از اصفهان تا تهران چقدر راهه؟ آخه مامان تو اصلا به من گفتی از رانندگی متنفره. مامان باور کن، عالی روند، همش زیر پنجا. تو رودخونه و نهر و اینا که نیفتاد، به درخت مرخ نزد به صدفه پیش؟ نه مامان نه، بهش گفتم دست راست جاده رو بگیر، یواش برو، ازش که جلو نزن، به درختم نگاه نکن. خب ماشین چطور؟ عالی. آخه بابات بردش پیش مکانیک خودش، کلی پول بالاش داد. راستی؟ مرسی، به اسد میگم پولشو بده. میدونی که بابات با دکتر حکمتی صحبت کرد؟ جدی؟ آره، هرچی از اسد میدونست بهش گفت. قضیه افتادن تو رودخونه و اون جریان بالا پنجره و وایسادنش که میخواست خودشو از خواهد مامان، اینا همش دروغ بوده. اون پرتو پلاهایی که به خانم جان گفته که عرض کفنشو کوتاه کنه. مامان خواهش میکنم، تو چقدر ساده‌ای. دونه دونه برداشته تیکه پاره کرده و همه رو بهش گفته. خب که چی؟ به عقیده دکتر اسد باید بستری بشه دیگه مادر، ممکنه عقلشو کلن از دست بده. وا مامان. هلنا یه دفعه دیگه ازت میپرسم، اوضاع جوره مادر؟ آره مامان، برای صدومین بار. نمیخوای برگردی؟ نه من تازه رسیدم اینجا، هوا واقعا عالیه. اونجا؟ نه بیرونه، بهش گفتم بره بشینه لب رودخونه مقدار جون بگیره، از بس رنگش پریده. چرا حالا رنگش پریده؟ رفتارش با تو خوبه؟ خیلی خوب، مگه دیوونه زنجیریه؟ اگه خبری چی بشه مامان، من از اسد واهمه ای ندارم. برات هم آوردم. به به زلیخا خانوم سلام، چه خوب کردی، دیگه داشتم میمردم از تشنگی. نمیری از تو هم برا ما اینه بیاری؟ چرا؟ اگه تو بیاری. اوه این آب که خیلی گوده، من میترسم. به به چه پیرن سبز قشنگی. این سبز نیست، سفیده، نگاه کن. آره راست میگی، بی جلو. آره من چقدر خرم. نمیدی برام از تای آب آینه بیاری؟ خیلی دلت میخواد برات آینه بیارم؟ پس دستم رو بگیر، بیا از این ور، بیا زنبور رو نترس. زنبور که کاری به کارمون نداری. یواش تو موم دوست داری؟ اوه چه جون دادشم دوست داری؟ آره خیلی. میدونی چرا؟ برای اینکه اون حیوانای کوچیکو اذیت نمیکنه، به سگ‌توله‌ها سنگ نمیزنه، دم بچه گربه ها رو نمیکشه، مهربونه. من دوست دارم شم بجوم. کی دوست نداره؟ من هم دوست دارم شم بجوم، هم موم بجوم. بیا دیگه رسید، همون جایی که میخواستیم. بیا بقلا اوتو برو اوتو برو. آخ دیدی الان چی دیدم تو آب؟ چی؟ ماهی عشق نو بیا. عشق نو چه؟ ماهی های کوچولوی یه وجبی هن که عادت عجیبی دارن، زندگیشون هم خیلی غم انگیزه. میدونی چی کار میکنن؟ ها چی کار میکنن؟ اونا شبا میان رو آب، ولی تا یه نور بندازی روشون یهو هجوم میارن، میپرن بالا تو نور، میخوان برسن به مرکز نور، میخوان نور رو ببلن. اینه که میفتن رو خاک، یه خود ورجه ورجه میکنن، بعد میمیرن. اه علا یک شد دیدم عشق نورو. ده تو رو که دید نپرید بالا؟ چرا اما دوباره افتاد تو.
بکش کنار، انقدر نشست به اون از آفتاب بیاد با تو. نه با اون قلوم بهه کام. اینقدر تو نیا، میزنی شاخه ها رو میشکنی ها. دیروزم که بهت گفتم
روله لوره لاتلار روله لوره لاتلار الو الو آ آ در این درگاه که گه 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 در این درگاه آ الو سلام پری جون چطوری حالت خوبه سلام عزیزم بیا نگو نه که عصبانی میشم آخه تو چجوری میخوای جون بگیری اگه بخوای همش باد هوا بخوری الان دقیقاً 48 ساعته که هیچی نخوردی برنشو باش میکنم عزم جون صد دفعه بهت گفتم نمیخوام ببرش خوشو بخور خودتو لست نکن پاشو صفاست میخواد باهات حرف بزنه جدی؟ از کجا زنگ میزنه؟ اصلا نفهمیدم یه خود صداش گرفته عجله کن دمپایتو بپوش چی بهش گفتی؟ لابه گفتی عجله هم سر رسید برو عجله کن ده برو دیگه الو داداش صفا سلام عزیزم چطوری؟ حالت خوبه؟ خوبم تو چطوری؟ چیه انگار سرما خوردی؟ یه خورده تو خوبی؟ آره صدا چقدر عوض شده یا تو سرما خوردی یا خط بده کجایی؟ همون جایی که باید باشم نزدیک خونه تو بگو والا چی بهت بگم؟ عزم جو چی بهت گفت؟ چیزی نگفته میدونی که با اعظم جون نمیشه پای تلفن زیاد حرف زد یه چیزایی گفت که تو هیچ غذا نمیخوری و اینا و اون کتاب سالکه و الو علی جان نمیخوای چیزی بگی والا چی بگم اینقدر با داداشی کلنجا رفتم که اصلا دیگه رمقی برام نمونده داداشی اون چطوره خوبه فقط خیلی بدجنسه اصلا میخوام سر به تنش نباشه سر به تنش آخه چرا؟ مگه چیکار کرده؟ همه رو آسی کرده آدم بدبین و بدخلقی شده بی خود و بی جهت چیکار میکنه؟ مثلا به این کتابه و ذکره میپره که من دارم این روزا میگم همش پرت و پلا و زد و نقیز میگه اصلا خیلی ذهن مخشوشی پیدا کرده هی روی مطلب فشار میاره فشار میاره آدم نزدیک بترکه پرت و پلا مثلا چی میگه؟ اوه از همه چی بد میگه از فیلماش، از برنامه‌های تلویزیون، از کلاسش، از استادش، از تو، از اسد هی بند کرده به اینکه شما دوتا ما رو، یعنی من و اونو عجق وجقی بار آوردی یعنی میدونی، هی از یه شاخه میپره به یه شاخه دیگه عجق وجقی یعنی چی؟ همینطوری کلپتره میگه یا بهش فکر کرده؟ آه عزیزان اونو که میشناسین، برای هرچی 20 تا تعریف داره یکیش اینه که میگه شما دوتا ما رو عجق وجقی بار آوردین چون همش از یه چیز خوشم بعد دو دقیقه بعد میگه چون از همه چی بدمون میاد نمیدونم که ذهن مطلق زده و جزمی پیدا کرد نمیتونیم آدم ها رو تحمل کنیم میدونی دیشب چی من میگفت؟ میگفت یه بار وقتی که 8-9 سالش بوده زیر کرسی با ابو سعید اولخیر آب گوش خورده شمیدی؟ آره همینی که دیگه خیلی ازش لجب میگیره ببین مثل اینکه آدم تو دارالمجانین باشه بعد یکی از دیوونه ها روپوش سفید بپوشه بیاد بخواد نبض تو اندازه بگیره یه حرف میزنه سر آدم میره
خب اون که به خاطر خاصیت چونشه، چونه آهنیه. الو اونجایی؟ بسه دیگه داداشی. بله گفتم بسه دیگه داداشی. داداشی چیه؟ الو پری جان اونجایی؟ الو آره اینجا دیگه گندشو در آوردی. فکر میکنی اصاب آدم از فولاده؟ الو پری جان الو 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 سم خیت کردی بابا. کجا را؟ پری برات میوه آوردم. تلفن چی شد؟ صفا چی شد؟ پری پری کجاست؟ نمیدونم رفت بیرون. صفا کو تلفن چی شد؟ بخواستم با صفا حرف بزنم. منصور جون نه نمیخواد بیای تهران، همین تلفن بکنی خوبه. خداحافظ. اونجام نبود، پیش منصورم نبود، نمیدونم چه خاکی به سر بریزم. کجا تلفن کنم دیگه؟ نگران نباشید خانم، خودش پیداش میشه. اصفهان. سلام همه جون، حال شما خوبه؟ خوبم به مرحمتتون. میخواستم بگم که پری اونجا نیومده. نه از صبح تا الان پیداش نیست. خواهش میکنم اگر یه وقت اومد اونجا به من زنگ بزنی، خیلی ممنون میشم. نمیدونم چه خاکی به سر کنم، نمیدونم چی کار بکنم. داداشی داداشی بله اون عمه جون اقدس هم نبود، حالا من به عمو زنگ میزنم. خیلی خوب برو خونه زرینه هم نبود. ببین تو تلفن کن خونه ام محمود و همه همکلاسیاش، زود هم به ما خبر بده ما نگرانیم. قربان تو، خداحافظ. الو الو سهرابی. بله سهرابی. بله بابا تو کجایی آخه؟ میام الان میام. صبح تا حالا 10 بار بهت زنگ زدیم، همه خیلی خوب پوشی، فقط منتظر تویی. گفتم دارم میام. خدا بابا آخه که
داداشی تویی؟ چرا ولم نمی کنی؟ چرا دست از سرم بر نمی داری؟ می دونم که خیلی وقته داری منو توی خوابای خودت می بینی، ولی زیادی بیشتر و همش خواب و خیاله. بگیر بگیر. یادم میاد یه بار با صفا اومدیم اولین نمایش تو ببینیم. البته تو هیچی به ما نگفته بودی و میدونستیم که اصلا نمیخوای بیایم کارتو ببینیم و تو خوب بودی پری، عالی، میدرخشی. آیا جز مرگ من چیزی دیگری هم میخواهی؟ نه، مرگ تو برای من همه چیز است. پس درنگ از چیز؟ همه چیز تو مرا آبد آینده است و از برکتی میزدان همیشه خواهد بود. همه چیز من نیز تو را آبد آینده است. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی صداهایی را که ترس خفه کرده است بشنوی، می شنیدی که مردم مرا می خوانند. اما ستمگران از هر سعادتی برخوردارند و از آن میان از سعادت کر بودن نیست. در این سرزمین تنها تو هستی که چون این می اندیشند. همه چون من می اندیشند، ولی تو دهانها را بسته ای. ننگ نداری که مردم رهایت کرده اند؟ از بزرگ داشت خون کسانم چنند؟ برادرت اتکلس که مظلومانه کشته شد از خون تو نبود؟ همه از خون تو. خودت هم خوب میدونی همیشه ته دلت میخواستی بازیگر بشی، نه فقط یه بازیگر، یه بازیگر خوب. تو خانم جون باید بازی کنی. میدونی به خاطر چی؟ به خاطر خدا. اصلا فکر کن بازیگر خدایی. حالا دیگه چیکار به این داری که یارو تماشا چیه یا منصور یا هر کی چی میگه؟ اصلا به تو چه مربوطه؟ بازی تو بکن. اصلا به خاطر کوزه به سرا، یادته؟ به خاطر کوزه به سرا. یادم میاد هر وقت امتحان داشتم داداش اسد اصرار که حتما باید کفش نواتو بپوشی. چرا؟ بپوش. چرا؟ به خاطر کوزه به سرا. کوزه به سرا دیگه کیان؟ بپوش. اصلا دیگه عادت کرده بودیم، هنوزم همینطورا. ببین به منم همینو میگفت هر وقت میخواستم برم تو صحنه، میگفت به خاطر کوزه به سرا. من که اول اصلا نفهمیدم چی میگه، هر چی هم ازش میپرسیدم هیچی نمی. بعدها فهمیدم که
که این کوزه به سرا واقعا کیان. ولی خب این همون آدم بزرگی است که تو دنبالشی، همون سالکه، همون علیه، همون مسیح، همون مولاناست. بیا حالا دیگه وقت افطاره، سه روز روزه بسه، پوشو بیرو صحنه. بیا تو یکی دوبار آشی رو که اعظم جون برات پخته بود رد کردی، نفهمیدی که اونو با عشق برات پخته بود و چقدر مقدس بود. بگیر. صفایه رو صرف خوبی به من زد، گفت آدم افتاده باشه زیر تپه با گلوی پاره پاره و همینطور ذره ذره خون ازش بره تا تموم کنه، و اگه چند تا زن و بچه دهاتی با کوزه رو سرشون بیان رد چند، آدم باید بتونه نیمخیز بشه سرشو برگردونه تا ببینه چطوری زنها کوزه ها رو سالم به بالای تپه میرسونه.